یو گایز چطور بچه خوش آمدید به یه ویدیو دیگه از چنل بنگی. داخل این ویدیو میخوام بهتون بگم که چرا باید داخل فرست سرور ها بازی کنید، خوبی های فرست سرور بهتون بگم، بذات بریم برای ویدیو. نکته خوب اولی که داخل فرست سرور ها وجود داره بچه ها اینه که شما اگه پلیر تازه ای هستید، تازه کاری هستید و میخواید تازه بازی کلاسیک رو شروع کنید، اگه برید داخل سرور هایی که قبلا مردم 70 بودن و این چیزا، گیراشون خیلی قویه و خلاصه یه پله پایین ترید قبل لول اپ از همشون. ولی وقتی که شما داخل فری سرور ها بازی کنید، همه بچه ها لول یک هستن، همه مثل خودتونن و میتونید باهاشون دانجون این چیزا برید. خیلی زیاده به خاطر اینکه همه خب از لول یک شروع میشن و دانجون های لول پایین خیلی نیاز میشه. این خودش بچه خیلی نکته مثبتیه، شما میتونید خیلی راحت تر لول اپ کنید و به قول معروف با همه در یه سطح هستید و خیلی بهتون خوش میگذره. نکته بعدی که وجود داره درباره فرست سرور ها بچه ها، قیمت گولد خیلی بالای فرست سرور ها هستش، چرا که دوستان مردم گولد نیاز دارن، خیلی هم نیاز دارن، ولی گولدی داخل بازی وجود نداره. حتما میگید چطوری؟ دوستان نا کنید وقتی که سرورهای که همین الان هم هستند، انقدر که توش وندور شده، انقدر که توش کوست زده شده، گولد زیاد شده توش، گولد موجود است توش، ولی توی فرش ریلم ها هیچ گولدی وجود نداره. گولدایی که تولید میشه فقط از وندور هستش، رو گولدی که از یونیتا ماپ ها در میاد و کوست دادن ها، کوست های دیلی و حالا هر چه دیگه. خلاصه وقتی که شما باید هی آروم آروم همه باید کوست بزنن و وندور کنن تا تعداد گولد این سرور بره بالا، در نتیجه قیمتش رو به پایین باشه. ولی انقدر که تقاضای گولد اون 6 ماه اول زیاده که مثلا فرش ریلم ها مثلا یکاش هستش، مثال ها هستش مثلا 3 تومن، اون لحظه سرورهای عادی گولدش هستش مثلا 500 تومن، میدونید؟ یعنی 4-5 برابره بچه ها، حتی بیشتر، به خاطر اینکه گولدی وجود نداره همونطوری که گفتم و همه گولد میخوان و این خیلی خوبه بچه ها. شما میتونید براحتی یه کلاسی بذارید که داخل رو گولد فارم قوی باشه، مثل روگ یا پالادین، بتونید خیلی رو گولد فارم کنید و کلی میتونید پول در بیارید، یعنی واقعا پارو میگیرید، خب اینطوری پول و پارو میزنید و زندگیتون رو جلو میبرید. اینطوری بچه ها خیلی بهتون خوش میگذره. من خودم با اینکه لول 70 داخل همین سرورهای در حال حاضر دارم، میخوام برم فرش سرورها. یه نکته مثبت دیگه هم که فرش سرورها دارن برمیگرده به بالانس فکشنشون. دوستان چجوریه؟ شما الان داخل سرورهای در حال حاضر شما فکشن ها همش 100 صفره، 80 20 مثلا، 80% هورد، 20% آلیانس، 100% هورد، 0% آلیانس، 100% آلیانس، 0% هورد. این بچه به بازی لطمه میزنه و خیلی ها که دوست دارن پی وی پی برن و برای پی وی پیشون خرج کنن، این کارو نمیکنن و بازم ارزش گولد پایین تر میاد. ولی داخل فرش سرور ها به احتمال 99% همه ریلم های فرش بالانسن و خیلی اینم باز به قیمت بالا بردن قیمت گولد کمک میکنه. بچه من یه نکته هم درباره فرش سرور ها بهتون بگم بچه، هربالیسم و ماینینگ داخل فرش سرور ها اصلا جواب نیست بچه. یعنی شما با هربالیسم ماینینگ داشته باشید ولی مطمئن باشید که هیچ وقت سرشون نمیرید، به خاطر اینکه رو گولد فارم داخل این سرور ها خیلی بهتره. چرا که دوستان مردم گولدی ندارن که برای هربالیسمی که استکش داخل سرور های در حال حاضر 100 گولد هستش و 100 گولد مردم میدن، داخل فرست سرور ها گولدی ندارن که اون هربالیسم و استکی 100 گولد بخرن و هی شما مجبور میشید اون قیمت رو بیارید پایین و هربالیس که مثلا داخل سرورهای دیگه 100 گلده، شما بیاید به مثلا 20 گلد بفروشید و این اصلا نمیصرفه دوستان. و حتما
داخل فرست سرور ها باید کلاسی بالا ببرید که بتونه روگل فارم خوبی انجام بده که بتونید داخل فرست سرور ها کلی پول در بیارید. خب دوستان، این بود از چیزایی که من میدونم از فرست سرور. کم و بیش دیگه از این بیشتر فرست سرور ها نکته های مثبتی ندارن، نکته های منفیش هم فقط دوستان یه چیزه که اونم احتمال داره که مثلا یه قسمت از یه دونه مثلا فرست سرور خوب نباشه و اینو شما باید صبر و تحمل خوبی داشته باشید و یه کمی آنالیز کنید سرورها، حتما میتونید سرور خوبی انتخاب کنید برای فرست سرورها و در نتیجه بازم این نکته منفی برمیگرده به خود شما. اوکی دوستان، مرسی که این ویدیو رو تا آخر تماشا کردید. امیدوارم این ویدیو به دردتون بخوره و تصمیمتون رو بتونید بگیرید که برید فری سرورها یا داخل سرورهای الان تی بی سی بازی کنید. به نظر من بچه‌ها برید فری سرور، اگه اصلا بچه‌ها اگه از بیرون دارین میان، یعنی از شادولند دارین میان بازی کنید، 100% برید فری سرور. یعنی هیچ دلیلی نیست که شما برید سرورهای الان داخل تی بی سی بازی کنید، چون همه از شما جلوترن و یه پله بالاترن بچه‌ها. پس 100% اگه دارید تازه میایید، تازه میخواید وارد چید، برید فرش ریلم ها. دو هفته اول، سه هفته اول پرپچ هم 50% ایکس پی باف هست و میتونیم سریع لول اپ کنیم و کلی بهمون خوش میگذره. لایک، کامنت و سابسکرایب دوستان فراموش نشه. لطفا این ویدیو رو لایک کنید. شما با لایک کردنتون میتونید بهم کمک کنید که ویدیو هام داخل معرض دید بیشتری از آدم‌ها قرار بگیره و بتونن منو سابسکرایب کنن و منو پیدا کنن. لطفاً خودتونم این ویدیو رو همونطور که گفتم برای دوستاتون شیر کنید تا منو بیشتر بشناسن. خیلی دوستتون دارم بچه‌ها. مرسی که این ویدیو رو تا آخر تماشا کردید. فعلاً.